حسین همین مسیر رو میاد جلو، اربعینی رو میره که تو اربعین خواهرشون میگفت دیگه اربعین وقتی برگشت کلن چشمش گریه بود، پاهاش انقدر تاول زده، یعنی رفت اومد یه آدم دیگه ای شد. تو این مسیر دائم با اون حج عمره و با این اربعین و با اتفاقات حسین داشت رشد میکرد. میگه وقتی برگشت دائم حرف از حضرت بقیه میزد. چجور رفته بود که تمام پاهاش تاول زده بود؟ ما هم پیاده روی اربعین میریم، ما میریم بیشتر صفا میکنیم تا ریاضت بکشیم. حسین یه فضای دیگه ای رو دنبال کرده بود، رفته بود برگشته بود. تو این مسیری که بهش دادن و معرفت دادن و حکمت دادن بهش میگن که حسین تو عملت الان نسبت به معرفتی که بهت دادیم تناسب نداره، عملت باید بیشتر بشه. بلند شو میری دمکران، یک ماه تو دمکران بیتوته میکنه، شبا هم پشت وانتش میخوابیده، تو دمکران با آدمای مختلف عشونش میکنه، تو دمکران رشد میکنه. قصه سوریه رفتنش از تو دمکران شروع میشه. حسین دنبال بزرگ شدن بود، دنبال تعالی بود، دنبال رشد بود. بله. و باور کنید چون همون موقع هم بهش میگفتن دیگه آقا این کاری که تو داری انجام میدی آر نیست برای تو، اما آدمی که همه چیز رو عبادت میبینه اون کارم عبادت میدید. حسین از جمکران میگیره میاد با بچه ها محشور میشه. چجوری میگیره؟ یکی از رفقاشو که اهل رفت آمده به سوریه بوده تو وضوخانه جمکران میبینه، هم صحبت میشه، موضوع رو میگیره ازش، میاد ثبت نام میکنه و حسین اعزام میشه. چند تا نکته کوتاه راجع به رفتنش و شهادتش من بگم.